سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید روزنامه حکومتی چهارشنبه 16 مرداد مهمترین تیترهای خودشون رو به حرفای متناقض روحانی در برابر جامعه جهانی اختصاص دادن کنار اونم هم توی روزنامه باند روحانی مطالب مربوط به همزاد و یکی بودن یا همون این همانی جواد ظریف و پاسدار قاسب سلیمانی همراه با تملق و مجلس گفتنهای سخیف در مورد اونا دیده میشه حذف چهار صرف از پول ملی هم موضوع مشترک روزنامه هر دو تا باند حاکمه بحران های دیگه اقتصادی اجتماعی هم تو روزنامه های هر دو باند حاکم دیده میشه روزنامه های باند ولی فقی به ادعاهای آخوند روحانی در مورد خواص برجام و ظریف خودش اینطوری جواب دادن رسالت تیت زده مدداهی نکنید مرسیه بخوانید و کیهان هم از قول پاستار حسین شریعت مداری نوشته وعده داده بودید کاری میکنید که علاوه بر چرخ سانتیفیوش ها چرخ معیشت مردم هم بچرخد و حالا هر دو از چرخش ایستاده است فرموده بودید همه تحریم ها را لغو میکنید ولی نه فقط لغو نشده که ده ها تحریم هم به آن اضافه شده است وعده داده بودید که احترام پاسپورت ایرانی را حفظ میکنید اما امروز وزیر خارجه شما هم در نیویورک که مقر سازمان ملل است بیش از 800 متر مربع حق جابجایی ندارد و آمریکا قانون منع سفر به ایران را تصویب کرده است. روزنامه جوان هم نوشته متح برجام در مراسم ختم برجام روحانی بار دیگر برجام را همچون پتکی بر سر منتقدان این توافقنامه در حال احتضار کوبید. و چنان در شمایل یک قهرمان ظاهر شد که گویی دولت های یازده و دوازده با برجام فتح الفتوح کردند. برجامی که بیش از یک سال است آمریکا از آن خارج شده و اروپایی ها هم با وجود تعهدات شفایی و کاغذی در عمل هیچ اقدامی در قبال تعهدات خود انجام ندادند روحانی که به نوعی در مراسم ختم برجام شرکت کرده بود دستاورت نداشته برجام را بر سر مذاکره کنندگان سابق گوید رسالتم هم یه مطلب دیگه رو با این تیت شروع کرده کریخانی یک بازنده و نوشته برای بار هزارم برجام قرار بود تحریم ها را به قول شما بلمره بردارد نه اینکه به دنیا درس اخلاق دهد نه اینکه حسن نیت ایران ثابت شود نه اینکه ابزاری شود که ناکارآمدی دولت را بپوشاند چرا که خود برجام را اگر از ما میشنوید به نحوی بپوشانید و هر روز به مداهی آن اقدام نکنید یکی از روزنامه همسو با روحانی هم به ادعای روحانی این جواب رو داده همدلی نوشته تلاش برای قرینه و نشانسازی میان دولت خود با دولت مصدق و همچنین حواله دادن سررشته اتفاقات دیماه 96 به دسیسه و دستهای پنهان و فرضیات دایجان ناپولونی را میتوان از مهمترین نشانگان توهمات خود بزرگبینی و فرافکنی های سخنان جدید روحانی دانست از الگوی اقتصاد سیاسی دولت مصدق فقط جست های پوپولیستی و عوام زدگی برای دولت روحانی باقی مانده است و دولت او با مصدق فرسنگ ها فاصله دارد گویی دولت او معمولیت جز پمپاژ ناامیدی به جامعه ندارد و کفگیر امید دولت به ته دیگه تدبیرش رسیده است. البته این دست از مشکلات به تزاید همه ماجرای تراژیک و قنبار وضعیت اقتصاد نیست. روحیه آفیت طلبی برخی از دولت مداران او به تراژیک بودن وضعیت افسود است. و اما روزنامه رژیم طرح حذف 4 تا صفر از پول ملیو شکست خورده و نمایشی ارزیابی کردند. بعضی هم به جای حزب 4 تا صفر پیشنهاد اضافه کردن یارانه ها به جای ارز ترجیحی رو دادند. روزنامه آرمان ملی نوشته در شرایط کنونی اجرای این کار فقط وقت دولت و مردم را میگیرد و اثری روی وضعیت اقتصادی ندارد و هزینه های را به کشور تحمیل می کنند. ستاره صبح رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حذف چهار سفر از پول ملی در شرایط تورمی جز هزینه فایده دیگری ندارد. و روزنامه رسالت نوشته دولت به منظور حمایت از اخشار آسیب و جلوگیری از بروز اختشاشات اجتماعی از ابتدای سال 97 سیاست اختصاص ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد. در صورت حضب ارز 4200 تومانی و اختصاص یارانه نقدی به مردم حتی در صورت افزایش قیمتها قدرت خرید مردم حفظ شده و عملا موجب بروز نابسامانی های معیشتی نخواهد شد. جهان هم نوشته سفزدایی در شرایط بی ثبات کنونی میتواند به آشوبهای جدید اقتصادی بیانجامد. شاید یکی از سیاست هایی که در چنین شرایطی میتواند جایگزین مناسبی برای سفزدایی از پول ملی باشد، توقف اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است. ناکارآمدی یا در واقع همون بیلیاقتی حکومت و ادامه قارت و چپاول مردم تو تیترهای صفات اول روزنامه ها دیده میشه. روزنامه ابرار تیت زده سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد لغو 8 هزار پرواز داخلی و 7 میلیون و 900 هزار دقیقه تاخیر در پرواز یک سال اقتصاد ملی بدهی 18 هزار میلیاردی کارفرمایان به تأمین اجتماعی جوان فساد کلان پتروشیمی با همکاری مسئولان وزارت سمت روزنامه فرهیختگان رئیس جهاد دانشگاهی وجود رانت پژوهشی را قبول دارم همدلی می توان اذعان کرد تا زمانی که مشکلات داخلی اقتصاد ایران حل و فصل نشود ماندن یا نماندن برجام دردی از اقتصاد کشور دوا نمی کند به طوری که در دوران پس و برجام نیز گشایش و معجزه ای را که در انتظار آن بودیم شاهد نبودیم خب دوستان عزیز روزنامه رژیم رو با هم مرور کردیم خیلی ممنون که ما را همراهی کردیم